روز چهارشنبه 22 فروردین کشاورزان و مردم اصفهان چهارمین روز از تظاهرات خود در سال جدید را برگزار کردند. کسبه و اصناف خراسان در حمایت از کشاورزان و حقابه آنها مغازه‌های خود را بسته و به طور جمعی اعتصاب کردند. نیروهای سرکوبگر رژیم تلاش کردند با ایجاد موانع در مسیر حرکت کشاورزان و بستن مسیر مانع تظاهرات آنها شوند. اما کشاورزان معترض از فلکه خراسان راهپیمایی خود را آغاز کردند. تظاهرکنندگان که زنان بخش بزرگی از آنها را تشکیل می‌دادند شعار می‌دادند: حقابه را می‌گیریم حتی اگر بمیریم. سوریه را رها کنید، فکری به حال ما کنید. کشاورزان در واکنش به صحبت‌های سرکرده نیروهای سرکوبگر رژیم که می‌خواست آنها متفرق شوند، وی را هو کردند. آنها شعار می‌دادند: ای لشکر شرق اصفهان، آماده باش، آماده باش. در مقابل تهدید نیروهای سرکوبگر، مردم پاسخ دندان شکنی به آنها دادند. روز سه‌شنبه گروه‌هایی از مردم کازرون در اعتراض به طرح رژیم برای تقسیم این شهرستان در مقابل فرمانداری رژیم در کازرون تجمع کردند و با نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر شدند. چهارشنبه کشاورزان رودبار جنوب در استان کرمان در اعتراض به قیمت پایین گوجه فرنگی و نبود حمایت دولت راه‌های استانی را مسدود کردند. روز سه‌شنبه نیز کشاورزان در تالاب جازموریان که بین سه استان کرمان، سیستان، بلوچستان و هرمزگان قرار گرفته است در اعتراض به پایین بودن قیمت محصول و برباد رفتن ماحصل یک سال زحمتشان اقدام به بستن جاده و بلوار خروجی شهر رودبار جنوب به سمت جازموریان کردند. جمعی از غارت شدگان مؤسسه آرمان وحدت در اهواز روز چهارشنبه در برابر ساختمان مؤسسه ملل دست به اعتراض زدند و علیه کارگزاران رژیم شعار سر دادند. یک سال گردنیدی فقط دروغ شنیدی. کارگران شرکت پیمانکار تنظیف شهرداری در بندرعباس در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق معوقه مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران متالوژی پودر ایران در قزوین در اعتراض به عدم دریافت حقوق و سنوات خود مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. آنها دستنوشته هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: سال 97 سفره خالی کارگران متالوژی پودر، عیدی امسال ما اخراج، بیکاری، بیپولی. صدها تن از کارگران بازنشسته کارخانه کیانتایر در تهران در اعتراض به پرداخت نشدن حق سنوات ایام خدمت خود
تجمع کردند. جوانان بیکار روستای زهیریه شهر هویزه واقع در استان خوزستان علی‌رغم حضور نیروهای سرکوبگر رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. این هموطنان عرب به تبعیض در استخدام در شرکت‌های نفتی مجاور روستاهایشان اعتراض کردند.